مواد غذایی که هرگز نباید با معده خالی مصرف کرد. دوستان و همراهان عزیز فارسی مدیا سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم شاد و پر از انرژی باشید. همینطور که گفتیم در این ویدیو قصد داریم چیزهایی رو به شما معرفی کنیم که نباید با معده خالی بخورین و مواد غذایی رو به شما معرفی کنیم که میتونید با معده خالی اون رو میل کنید. هنگامی که معده خالیه باید در مصرف مواد غذایی دقت بیشتری داشته باشیم، چون مصرف برخی از مواد غذایی در این زمان موجب به خطر افتادن سلامتی و برخی دیگر فواید زیادی برای سلامتی داره. همه ما میدونیم که غذا خوردن نقش حیاتی برای سلامتی بدن داره، اما شاید این رو ندونیم که زمان غذا خوردن بسیار مهمه. مصرف مواد غذایی در زمان نامناسب بسیار اشتباهه و در مواردی ممکنه سلامتی بدن رو به خطر بندازه. یکی از زمانهایی که مصرف کردن برخی از مواد غذایی در اون کاری غیر عاقلانه است زمانیه که معده خالیه، اما مصرف برخی از مواد غذایی با معده خالی میتونه برای معده و سلامتی مفید باشه. در این بخش از سلامت فارسی مدیا میخواییم به معرفی مواد غذایی مفید و مضر برای معده خالی بپردازیم. همراه فارسی مدیا باشید. اول به مواد غذایی مضر میپردازیم. مورد اول، گوجه فرنگی. گرچه گوجه فرنگی ها با ویتامین C و مواد مغذی غنی شدن، اما قطعا باید از خوردن گوجه فرنگی با معده خالی خودداری کنید. اسید تانیک موجود در گوجه فرنگی باعث افزایش اسید معده میشه و ممکنه منجر به مشکلات معده بشه. نوشیدنی های گازدار. بسیاری از مردم فکر میکنن نوشابه های گازدار برای مصرف در هر زمان و هر کجا مناسب هستن. آیا این واقعیت داره؟ نوشیدن نوشابه های گازدار با معده خالی ممکنه باعث نفخ معده بشه. مصرف زیاد نوشیدنی های گازدار باعث افزایش شرایط اسیدی در معده میشه که به نوبه خود میتونه دلیل سرطان مری باشه. غذاهای تند. خوردن غذاهای تند با معده خالی این احتمال رو افزایش میده که احساس تحریک معده کنید که میتونه منجر به واکنش های اسیدی و گرفتگی بشه. اونها بسیار تیز و قوی هستن و به همین ترتیب میتونن باعث سوء هاضمه بشن. سیر، فلفل قرمز و زنجبیل نمونه هایی از این غذاهای تند هستن. مورد بعدی، شیرینی. هضم قند بسیار آسونه. هنگامی که قند وارد معده خالی میشه، بدن انسان نمیتونه به اندازه کافی انسولین ترشح کنه تا سطح طبیعی خودش رو در خون حفظ کنه. علاوه بر این، قند مواد غذایی تشکیل دهنده اسید هستن که میتونن تعادل اسید قلیایی رو مختل کنن. در واقع کسایی که در معرض خطر دیابت یا قند خون بالا هستند باید از خوردن شیرینی خودداری کنن. مواد غذایی یا نوشیدنی های قندی. اگرچه همه ما تصور میکنیم که برای شروع روز شما یک لیوان آب میوه سالمه، اما ممکنه اینگونه نباشه. بهتره روز خودتون رو با یک لیوان آب میوه شروع نکنید، چون ممکنه بار اضافی روی لوزالمعده که بعد از ساعات طولانی استراحت از خواب بیدار میشن قرار بدید. با خالی شدن معده، شکر به شکل فروکتوز در میوه ها میتونه باعث اضافه بار روی کبد شما بشه. قند فراوری شده حتی بدتره. بنابراین از مصرف دسرهای صبحانه یا اسموتی های خیلی شیرین خودداری کنید. مورد بعدی، ماست. ماست سرشار از باکتری های اسید لاکتیکه که فواید سلامتی زیادی داره. با این حال اسید لاکتیک توسط سطح اسیدی معده خالی بی اثره. این باعث میشه که باکتری های اسید لاکتیک موجود در این فراورده های شیری از بین بره و منجر به اسیدیته بشه. بهترین راه اینه که ماست رو به عنوان میان وعده میل کنید، 1 تا 2 ساعت بعد از غذا. مورد بعدی، گلابی. گلابی حاوی فیبر خامه. هنگامی که اون رو با معده خالی میخورید ممکنه به قشاهای مخاطی ظریف آسیب برسونه و باعث درد معده بشه. توصیه میشه اون رو با برخی از غلات یا جوی دو سر مخلوط کنید. مورد بعدی، قهوه. شروع روز با یک فنجان قهوه یک عمل بسیار متداوله. به نظر میرسه یک روش آسون برای شکستن خوابه، اما نوشیدن قهوه با معده خالی ممکنه منجر به اسیدیته بشه. این ماده ترشح اسید هیدرولیک رو در دستگاه گوارش تحریک میکنه و باعث ایجاد گاستریت در برخی از افراد میشه.
مورد بعدی، مرکبات. میوه ها اگه در زمان مناسب خورده بشن همیشه بسیار سالم هستن. خوردن مرکبات با معده خالی ممکنه تولید اسید رو افزایش بده. علاوه بر این، بیش از حد فیبر و فروکتوز در میوه ها در صورت خوردن با معده خالی میتونه باعث کند شدن دستگاه گوارش شما بشه. به خصوص باید از خوردن میوه هایی با فیبرهای سخت مثل گواوا و پرتقال در اوایل صبح خودداری کنید. سبزیجات خام. این مخصوص کسانیه که معتقدن سالادها در هر ساعت از روز عالی هستند. سبزیجات خام یا سالاد بهترین چیز برای خوردن با معده خالی نیست. اونها پر از فیبر درشت هستن که ممکنه بار اضافی رو روی معده خالی قرار بدن. اونها همچنین میتونن باعث نفخ شکم و درد شکم هنگام خوردن با معده خالی بشن. حالا بریم سراغ مواد غذایی که میتونید با معده خالی مصرف کنید. مورد اول، عسل. عسل از مفیدترین مواد غذایی برای معده خالی. خوردن عسل با معده خالی موجب بیداری سیستم ایمنی بدن، بهبود مشکلات دستگاه گوارش، بهبود سندرم روده سنبل و برطرف شدن مشکلات معده میشه. همچنین عسل به پاکسازی بدن از شر ویروس ها و باکتری ها کمک میکنه. تخم مرغ یک غذای مفید برای معده خالی. مصرف تخم مرغ با معده خالی علاوه بر فواید سلامتی مختلف، سبب سیری طولانی و کاهش کالری دریافتی در طول روز میشه و باعث کاهش چربی و لاغری میشه. حریر جوی دوسر و گندم سیاه از مواد غذایی عالی برای معده خالی. مصرف غذاهای تهیه شده از جو با معده خالی با ایجاد پوشش روی دیواره معده سبب پیشگیری از التهاب ناشی از اسید هیدروکلوریک میشه و فیبر موجود در اون موجب بهبود گوارش و کاهش سطح کلسترول خون میشه. مصرف گندم سیاه با معده خالی هم فوایدی مثل بهبود گوارش، کاهش فشار خون، کاهش کلسترول، پاکسازی روده عموم، احساس سیری بیشتر و کاهش وزن داره. هدف از سالم غذا خوردن مصرف مواد غذایی سالم و پرهیز از غذاهای ناسالم نیست، بلکه باید زمانهای مصرف غذا رو هم در نظر بگیرید تا بتونید به بهینه‌سازی غذایی مصرفی بپردازید. هنگامی که معده خالیه باید در مصرف مواد غذایی دقت بیشتری داشته باشیم، چون مصرف برخی از مواد غذایی در این زمان موجب خطر افتادن سلامتی و برخی دیگر مثل آب خوردن با معده خالی موجب سلامت معده و برطرف شدن سوزش معده میشه، چون برگشت اسید از معده به روده سبب سوزش معده میشه. خوردن آب با معده خالی سبب رقیق شدن اسید و رفع سوزش معده و آماده شدن معده برای صبحانه میشه. دوستان و همراهان عزیز فارسی مدیا، ممنونم که تا آخر این ویدیو ما رو همراهی کردید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.